فرانسیسکا وودمن یک عکاس آمریکایی بوده است که بیشتر به خاطر عکس‌های سیاه و سفیدش شناخته می‌شده که عکس‌هایی از خودش یا یک مدل زن بوده است. او متولد 3 اپریل 1958 یا 14 فروردین 1337 بوده. بیشتر عکس‌هایش زن‌های لخت یا پوشیده تار که به خاطر حرکت یا لانگ اکسپوژر به وجود اومده بودن یا عکسایی بوده است که با اطرافش ادغام شده بوده. فرانسیسکا اولین سلف پورتریش رو در 13 سالگی گرفت و تا مرگش به عکس گرفتن خودش ادامه داد. بعد از تعطیلات تابستانی 1979 به نیویورک برگشت که کاری رو شروع کنه. اون نمونه کارهاش رو برای عکاسی فشن فرستاد ولی درخواستش به جایی نرسید. وی در سال 1980 به خاطر شکستش در کار و جلب توجه شکست در رابطهش افسردگی گرفت. یک بار اقدام به خودکشی کرده بود که موفقیت آمیز نبود. فرانسیسکا از دوربین و فیلم‌های متفاوتی استفاده کرده بود. بیشتر عکس‌هاش مدیو فرمت 6x6 سانتی متر گرفته شده بودند. وی حدود 10,000 عکس یعنی نگاتیو داشت که توسط خانوادش نگهداری میشن. 800 تا از عکس ها چاپ شده اما تنها 120 تای اونها به نمایش در اومده. بیشتر عکساش بدون عنوانه و بر اساس مکان و زمان شناخته میشه. اون بیشتر اوقات در داخل خانه عکاسی میکرد، جاهای متروک رو پیدا میکرد و دونمایهای عکس هاش رو درست میکرد.
از اون کتاب‌های زیادی در واقع آرت بوک‌های زیادی پابلیش شده، اما تنها در زمان حیات اون یک کتاب به اسم Some Disorder Interior Geometric یا برخی نابسامانی‌های داخلی هندسی بوده که تنها 16 عکس از وی توی اون بوده. دو مستند از او ساخته شده که یکی در سال 2000 توسط الیزابت سابرین و یکی فیلم The Woodman که پوسترش رو الان میبینید توسط اسکات ویلیس. عمر اون در 19 جنوری 1981 یا 29 دی 1359 خاتمه یافت. او در کل 22 سال عمر کرد و در 22 سالگی برای بار دوم خودکشی کرد و از پنجره پرید و این بار موفقیت آمیز بود. او در دنور متولد شد و در نیویورک جان سپرد. او بیش از 5 سال عکاسی نکرد و بیشتر این مدت را به عنوان یک دانش آموز عکاسی می کرد. اون از طرف خانواده قبول نشده بود و دو بار هم مورد تجاوز قرار گرفت. نه این آتا رو علکی گفتم که یکم مثلا جو بدم، مثلا بگم وای چه زندگی بدبختانه‌ای داشت، خودکشی کرد و اینا، اما اصلا اینطوری نبود، اما بقیه همه اطلاعات درست بود. فعلا خدافظ.